سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه آشپزی. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال در کنار فامیلایتان خوش و آرام باشه. دوستای عزیز، امروز می خواهیم که لیمون پیپر چکن آماده بسازیم، یا مرغ گوشت و مرغ با لیمو و مرچ و مساله. امروز آماده می سازیم یک مرغ آماده می سازیم که مرچ و مساله دار و خیر آماده می سازیم. شما هم بیننده برنامه ما باشین و به کدام شکل آماده می سازیم، از کدام مواد استفاده می کنیم شما هم ببینین، و یک یادداشت هم اگر داشته باشین که مواد لازمه را و همچنان طریقه پختن بسیار هم تو مختصر هم اگر یادداشت کنین. باز هم وقت زمانی که شما می خواستین که به می شکل مرغ آماده بسازین، یادداشتتون دیدن انشالله به شکل صحیح و منظم میتونید که شما آماده بسازید. نو چی که چیر تاسو هم غواړی چه لیمون پیپر چکن آماده که نو لازمه مواد یاداش واخلی. لازمه مواد ده دارچین، هل، لونگ، برگبو، زیره، وچه هوگا، مالگا، سره مرچ، گرم مساله، تور مرچ، د چرګ غوښه، مستې، سرکه، سبزیجات، هوامدار از غوړي. در قدم اول دوستای عزیز، مهمتر از همه که باید مرغ چی کنیم که آماده بسازیم یا اخته کنیم. اینه به کدام شکل مرغ اخته میکنیم؟ مرغ اینجا میمونیم. خب اینجا یک سیر داشتم، از سیر یک کمک استفاده میکنیم، زیاد نه، به خاطر که از پودر سیر استفاده میکنیم. سیر به قدر جات یک دو دانگک استفاده میکنیم. سیر میده کردیم، داخل کاسه اضافه کردیم و ای هم مرغ به این شکل برش میکنیم. چربی یکای اضافه که داره اونا رو باید دور کنیم. گوشت مرغ به این شکل دوستای عزیز حال داخل کاسه سیر اضافه کردیم، این هم گوشت مرغ. گوشت مرغ اضافه کردیم. حال دوستای عزیز یک مقدار پودر سیر اضافه میکنیم، این هم یک مقدار کم
زیره به خاطر که زیره باز بعدن امرای دیگه مسالاچات در روغن سرخ میکنیم به این خلاص اینجا کم اضافه میکنیم و این هم یک اندازه مرچ سرخ ده هم مالگه ده هم گرم مساله ده هم تور مرچ تور باید تیوزه این مکس کن لیمو اضافه میکنیم لیمو رو به خاطر از این کم استفاده میکنیم دوستای عزیز در قدم اول اگر لیمو رو زیاد استفاده کنیم غذای از پیش ما تلخ میشن به اول لحاظ لیمو رو در قدم اول در قسمت اخته کم اضافه میکنیم باز بعدن میتونیم که دیگه لیمو اضافه کنیم مال همین مقدار لیمو بس میکنم به خاطر از اینکه گوشت یک ذره خوب نرم شوه و مزه گوشت هم تلخ نشه یک مقدار به اندازه یک الی یک و نیم قاشق سرکه اضافه میکنیم اوقدر زیاد نیم به اندازه یک قاشق استفاده میکنیم به خاطر که یک اندازه در قسمت اخته مرغ ما را کمک کنه و امو یک خامبوی مرغ که است او هم توسط نیم مسالجات و لیمو و همچنان سرکه از بین میره و حال دوستای عزیز یک اندازه ماست اضافه میکنیم تمام زیره با این مواد خوب صحیح اخته میکنیم و که مواد برای خود خوب جذب کنه گوشت کخته کردیم به این شکل مگذاریم ادو اقل نیم ساعت باید با این مواد دیره مانده تا مواد بر خودم جذب کنه و گوشت یک اندازه اختر بر خود جذب کنه و آماده شوه تا زمانی که یک اندازه مرغ میمونیم باید من چی کنم که اول این تختر یک شست شو کنم به خاطر از اینکه گوشت مرغ هر زمانی که برش میکردیم تختر باید پاک صفا پس بشویم امرو با چاقوی خود که دیگه سبزیجات را که آماده میسازیم یا اکسلات آماده میسازیم باز خامبویی را بر خود میگیرن میمونیم که اکثرا هواش بره و دوستای عزیز مرغ هم آیستا آیستا آماده میشه و گاز روشن میکنیم یک مقدار روغن اضافه میکنیم یک چندان اکیل ضرورت داریم
کمی هم دارچین. در قدم اول دوستان عزیز ال همراه با دارچین داخل روغن اضافه میکنیم. یه هم چند دانه از لونگ اضافه میکنیم. از برگ بو یک دو دانه اضافه میکنیم. و در کنار از این یک مقدار زیره. زیره رو اضافه کردیم. حال دوستان عزیز همین گوشت را که اخته کردیم گوشت داخل روغن اضافه میکنیم. می‌گذاریم که سایستا سرخ شود. این این زمان که دو سایزی سرخ بشن میتونیم که سرپوش هم بالاش بانیم که گوش خودا یک اندازه نرم بسازه. ولی متوجهش باید باشیم سرپوش که سر دیگ ماندیم و سایستا به مدت دو دقباتی رو باید یک شور بتیم که قسمت پایین دیگ از پیش ما نچستن. بیر تر اگر زو مکسره پاتشه. دوستان عزیز سرپوش دیگه ماندیم به مدت یک ده دقیقه ایر دم دادیم به خاطر ازی که گوشت یک اندازه خود نرم بسازه. زمانی که گوشت یک اندازه خود نرم ساخت حال دیگه وقت ازی رسیده که یک دانه دو دانه مرچ و همچنان لیمو لیمو و مرچ میده میکنیم دوستان عزیز. لیمو و مرچ اضافه میکنیم و همچنان همین ساس خود که مرغ اخته کردیم یک اندازش که در کاسه اضافه مانده همراه از اون سیر و مسالجات هم است اونا رو اضافه میکنیم. نمک یک اندازه کمتر اضافه کرده بودیم. یک مقدار نمک هم اضافه میکنیم به خاطر که غذای ما کم نمک نباشه. یک اندازه نمک این هم یک اندازه دیگه هم مرچ سیاه اضافه میکنیم. لیمو و مرچ هم اضافه میکنیم. ساس که از خود مرغ اضافه مونده مرغ کرده کردیم اون ساس هم اضافه میکنیم. و همچنان یک مقدار ماست هم اضافه میکنیم.
حالا دیگه آیست آیست با می ماست و لیمو و مرچ این را آیست آیست شور میتیم. لیمو را به خاطر ازی در اخیر اضافه کردیم، به خاطر ازی که زیاد غذای ما تلخ نشه. اگر در اول اضافه میکردیم از پیش ما تلخ میشد غذا. این در این قسمت اضافه کردیم که اگر اندازه لیمو غذا را زیاد تلخ نسازه. به این شکل میگذاریم که آیستایستا امو آبی که ماست اضافه کردیم یک مقدارها آبگین شده، امو آیستایستا سر روغن بیه و متوجهش باید باشیم بسیار نرمال این را شور بتیم که گوشت هم نرم شده که از پیش ما نشاره. اینم تا آیستایستا دوستای ازی شور داده میریم کرایی را با حال یک اندازه گشنیز اضافه میکنیم. این هم گشنیز، گشنیز تازه اضافه میکنیم، میگذاریم ده کایست هایست ها سر روغن بیان. ما یک مقدار روغنش کمتر اضافه کردیم. شما میتونید که یک مقدار اگر زیادتر هم استفاده کنین خوب، اگر نکنین به می اندازه روغن اگر کم اضافه کنیم خوبتر است که در غذاهای ما روغن کم باشه. نمک هم کوشش کنید که از پیش مشور نشه. زمانی که اگر نمکش اگر اندازه کمتر هم بود مزیش هم میچشیم، باز در اخیر میتونیم که نمک اضافه کنیم. اگر نیک از پیش مشور شد اگر مجبور دیگه که چی کنیم، یا دایی یک ذره دیگه ماست اضافه کنیم، امروش یکان ذره ترکاری دیگه اگر شب اضافه کنیم، یا مجبور بازده او وقت دیگه اگه چاره نبود دیگه رومی اضافه کنیم، بازم اون مزی غذای ما از بین میره. به او خلاص کوشش کنید که نمک غذا رو در اخیر چک کنین و اگر کم بود اون وقت میتونید که اضافه کنین. نمک شبیه بینم نه سعیز انشالله خوب مزی لیمو رو هم برای خود گرفتن. خب میاریم. این وقت متوجه می باشیم همین ساس زیره که زمانی که دیدیم که یک اندازه سر روغن آمده اونمو وقت که زده که غذا آماده است. آیست آیست شور بیتیمش و متوجه می باشیم که یک اندازه سر روغن باید بیایم. همین روغنش که دیده شد دیگه بعد از او دیگه انشالله که غذا آماده است. حالا دوستای عزیز گاز خاموش میکنیم دیگه آیست آیست سر روغن آمده گوشت. Thank you.
غلک های خواب هم باید متوجه باشیم. دوستای عزیز، غذایی که امروز آماده ساختیم خدا کنه که مورد علاقه‌تون قرار گرفته باشه، شما هم میتونین که به این شکل غذا آماده بسازین و نوش جان کنین. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعد خداحافظ و نگهدار. لیدلمو مننه.